سلام، من بهزاد واردی هم و شما کلی هزینه دوربین میدید یا موبایل و باش عکاسی میکنید. خیلی وقتا سکان رو میسپرید به دست تنظیمات اتوماتیک اون دیوایسی که در اختیارتون هست. منظورم هر دیوایسیه، چه این دوربین دیجیتال حرفه‌ای، چه این دوربین که یک دوربین موبایله. اما اگر سه تا پارامتر رو بدونید میتونید تنظیمات منوال یا دستی رو استفاده بکنید که تو خیلی از گوشی‌ها وجود دارن و تو اونهایی هم که نیستن با یه سرچ ساده توی گوگل میتونید نرم‌افزاری رو برای عکاسی پیدا بکنید که تنظیمات دستی رو به گوشی شما اضافه بکنید توی عکاسی. این سه تا پارامتر، دو تاش توی تمام دوربین‌های موبایل هستن و یه دونش توی اکثرشون نیست، اما تو تمام دوربین‌های دیجیتال وجود داره. اولی آیسوه. آیسو حساسیت سنسور دوربین شما به نوره و منظورم از سنسور دقیقا همون چیزیه که اطلاعات تصویری لنز شما رو تبدیل به اطلاعات دیجیتال و عکسی که میبینید میکنه. هرچه آیسو بالاتر باشه تصویر شما روشن‌تره، چون حساسیت سنسورتون به نور بیشتره، و هرچی آیسو پایین‌تر باشه حساسیت سنسور شما به نور کمتر و تصویر شما تاریک‌تره. یه اتفاق دیگه هم این وسط میفته، اونم اینه که هرچی آیسو رو میبرید بالاتر نویز تصویر بیشتر میشه، در صورتی که تو آیسوهای پایین‌تر نویز تصویر خیلی کمتره و این پارامتریه که باید حواستون بهش باشه. مورد دوم چیزی به اسم اپرچر. اپرچر توی موبایل خیلی کم وجود داره اما تو دوربین‌های دیجیتال هست. اپرچر در واقع به شما میگه که دهنه لنز شما چقدر بازه یا بسته است. هرچه دهنه لنز شما بازتر باشه نور بیشتری به سنسور میخوره و هرچه دهنه لنز شما بسته تر باشه نور کمتری به سنسور شما میخوره. ولی یه اتفاق دیگه هم این وسط میفته، هرچه دهنه لنز دوربین شما بازتر باشه عمق میدان شما کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی هرچی دهنه لنز بازتر باشه تصویر شما فوکوسش محدودتر میشه و شما فقط روی یک سوژه با فاصله خاصی میتونید فوکوس بکنید. اما هرچه دهنه لنز بسته تر باشه و نور کمتری به سنسور بخوره، از طرف دیگه تصویر شما عمق میدان دیدش بیشتر میشه و اجسامی که توی فوکوس هستن بیشتر میشه. منظورم تو فواصل مختلفه، نه اجسامی که فاصله شون با هم یکی از دوربین شما. مورد سوم بهش میگن شاتر سپید یا سرعت شاتر. سرعت شاتر یعنی چقدر مدت زمان نوردهی به سنسور شما بوده. حالا تو یک سری از دوربین‌های دیجیتال حرفه‌ای خصوصاً این شاتر به صورت مکانیکاله یا مکانیکی کار میکنه. یه چیزی میاد جلوی سنسور رو میگیره، یه لحظه باز میشه و دوباره بسته میشه و سنسور شما نورگیری میکنه. توی یک سری دیگه از دوربین‌ها، دوربین‌های میرورلس هم وجود داره هم نداره، یعنی بعضیاشون مکانیکال نیستن، و دوربین موبایل شما که اصلا نداره همچی چیزی رو و به صورت دیجیتال به سنسور نور میده. مثلا میگه 1/4000 ثانیه من به سنسورم میخوام نور بدم. بلتاب، هرچه مدت زمان نوردهی کمتر باشه یا سرعت شاتر شما بیشتر باشه، مثلا همون 1/4000 ثانیه، تصویر شما نور کمتری رو داره چون که سنسور شما نور کمتری رو گرفته. و هرچه سرعت شاتر پایین‌تر باشه، مثلا 0.5 ثانیه یا 1 ثانیه، سنسور شما نور بیشتری رو گرفته. اما یه اتفاق دیگه این وسط میفته، سوژه های در حال حرکت با سرعت زیاد رو وقتی 1/4000 ثانیه شما نوردهی به سنسور برشون انجام میدید، اونها رو توی 1/4000 ثانیه میبینید که چه حالتی دارن، ولی وقتی تو 0.5 ثانیه نوردهی بهشون نگاه میکنید یه مقدار حالت کش اومده به خودشون میگن، چون اونا تو 0.5 ثانیه حرکت کردن و این یک حس تحرک رو توی عکس به شما میده. و این باز بستگی داره به شما که تصمیم بگیرید عکسی که میخواید خروجی داشته باشید از دوربینتون، میخواید حس حرکت و موشن رو به مخاطب منتقل بکنه یا نه، دوست دارین تو اون لحظه خاص سابجکتتون رو ببینید که توی چه حالتی بوده.
یه قصه دیگه هم این وسط اتفاق میفته. اونم اینه که تو نور کم وقتی میخواید عکاسی بکنید، دوربین شما تنظیمات رو اتوماتیک رو حالتی میذاره که نه سیخ بسوزه نه کباب، چون نمیدونه که چه اتفاقی میخواد بیفته. البته اتوماتیک هم دستبندی داره، اتوماتیک رو حالتی که میخوام از سوژه در حال حرکت عکس بگیرم هم داریم، اما من منظورم اون حالت اتوماتیک کلیه که 90% آدما ازش استفاده میکنن. تو حالت اتوماتیک دوربین شما تصمیم میگیره که اوکی، من آیزو رو میبرم بالا، شاتر سپیدم تا حدی میبرم بالا که اکثر اجسام در حال حرکت که سرعت زیادی رو ندارن واضح بیفتن، اما عکس شما نویزدار میشه اینجوری، یعنی نویز عکستون میره بالا. اما اگه ما این کار بکنیم که بیایم دوربین شما رو بذاریم روی سپایه، چون لرزش دست شما هم تأثیر میذاره توی عکس و عکستون ممکنه تار بشه، سرعت شاتر رو بیاریم پایین و آیسو رو بیاریم پایین، یعنی مدت زمان نوردهی به سنسور رو ببریم بالا، یا اگه دوربین دیجیتال دارید دهنه لنزم تا حد ممکن باز بکنید و سوژه ها رو تو یک فاصله از دوربین قرار بدید و عقب جلو نباشن نسبت به هم، اون وقت شما میتونید تصویر با نویز کمتری رو داشته باشید و یه جورایی میتونید توی شب هم با موبایلتون عکسای بسیار واضح و خوبی رو بگیرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و امیدوارم اطلاعات خوبی رو بهتون داده باشم. مثل همیشه اوقات خوبی داشته باشید. فعلا.